بذارید در رابطه با چی صحبت بکنیم؟ در رابطه با پنیک صحبت بکنیم. معمولا من از پنیک ها زیاد استفاده نمی کنم، از خود ارور استفاده می کنم، ولی پنیک راهی هستش که شما بتونید استک تریس بکنید، مثل ارورایی که داخل وب می بینید. بنابراین گفتنش خالی از لطف نیستش. فرض بکنید که ما یه وریبری داریم به نام ولز و بعد اون مساوی با یک آرایه هست با تایپ اینت که 1 و 2 و 3، یا سلایسی هست با تایپ اینت. بعد من چیکار میکنم؟ میگم که اینجا پنیک اتفاق میفته. چرا؟ چون که این پایین من میگم که وی کولون ایکولز و بعد ولز خب با آرایه مثلا 10 یا با کلید 10 خب ولز یوی که نداریم، 0 1 2، حتی 5 هم نداریم که این به ما ارور خواهد داد. خب اصلا میگیم 5 و بعد میگم که fmt.println v. خب حالا بریم نگاه بکنیم اینو. من اگه اجرا بکنم بگم go run 17 و الاخر میبینی که نوشته panic runtime error index out of range 5 with length 3. میگه که قشنگ داره به شما میگه این خودش پنیک. پنیک یعنی هول کردن، زبان انگلیسی یعنی پنیک، اصلا یه بیماری، پنیک اتک. ران تایم ارور، میبینید که ایندکس اوت اف رنج داره به شما میگه. بعد میگه که گو روتین وان رانینگ فانکشن مین و بعد میگه که اگزییت استیتس 2، اگزییتش 2 هستش، لاین 8 هستش. میبینید که اینجاست ارور، میدونه که قشنگ ارور اینجا هستش که داره به شما میده. خب این از این. حالا میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم این رو تبدیلش بکنیم به قول معروف ارور که بتونیم ازش یه جوری دیگه استفاده بکنیم. یعنی میام اینجا فرض بکنید که اینا رو میذارم داخل کامنت به این صورت، بعد میام پایین میگم که یه فایلی درست بکن با یک اروری و اون رو مساوی قرار بده با os open. خب os.open میگه خودش بالا ایمپورت میکنه os رو و بعد میگم که no file، هیچ فایلی وجود نداره که بخوایم بریم داخلش. بعد معمولا چیکار میکردیم؟ میگفتیم که اگر ارور نامساوی بود با نیو بیا چیکار بکن، یه پنیکی درست بکن. میدید که پنیک مثلا اینجوری درست میشد که اینجوری قرار میداد. اینو بهتون توضیح ندادم. معمولا میگفتیم که برو ریترن کن نیل مثلا با ارور. خب به این صورت میگفتیم، درسته؟ ولی خب از پنیک استفاده نکردیم چون این به قول من همون ترو خودمونه زبان برنامه نویسی، ولی اینجا میگیم که پنیک. پس ارور اینجا برمیگرده. بعد میگم دیفر. خب دیفر یعنی کلن بیا فایل رو ببندیم. میگم file.close، این فایل بسته میشه و بعد میگم که پرینت کن فایل اوپند، فایل از اوپن یا فایل اوپند به قول معروف اینجوری. حالا من اینو سفر خالی نمی کنم، دوباره اجراش میکنم ببینیم. اصلا سفر خالی دارم اب نده، دوباره اجراش میکنم. میگه که open no file، میبینید open no file و بعد اینجا خودش زده، میبینید که دارم بازش میکنم. میبینید no such file or directory panic. بعد میایم پایین میبینید که همونجوری اجرا شده و اینم یه جوری دیگه پانیک استفاده کرده. یعنی خودتون میتونید بندازید پانیک رو، بندازید بیرون و ازش استفاده بکنیم. حالا ریکاور چی هستش؟ حالا ریکاور به چه صورت هست؟ این سفر رو خالی میکنم ترمینالمونو. ریکاور به این صورت هستش که اول بذارید اینو بذاریم داخل کامنت. معمولا پانیک، استفاده از پانیک is discouraged. Using panic is discouraged. خب به خاطر این که معمولا پکیجایی که شما در آینده خواهید ساخت و مثلا به مردم خواهید داد، اگه پنیک بدید مردم باید برن از یه چیزی استفاده کنن به اسم، یا برنامه نویسای دیگه یا یه چیزی استفاده کنن به نام ریکاور. فرض بکنید که ما یه فانکشنی داریم به نام سیف ولیوز، خب که میاد یه ولیو رو میگیره، ولیوز رو میگیره و بعد میگیم که از تایپ اینت باشه. حالا من اسمش رو بذارم ولز برای اینکه راحت تر بشیم. خب از تایپ اینت باشه و بعد یک دونم ایندکس میگیره از تایپ اینت. خب و این از این. حالا من دیفر میکنم، دیفر میکنم با یک انانیموس فانکشن. انانیموس فانکشن بهتون توضیح ندادم.
anonymous function اینجوریه که func رو می‌نویسم و بعد از اون یه پرانتز باز می‌کنم که این خودش صدا بزنه اینو، مثل جاوا اسکریپت. باز اگه اینا نذارید ارور میده به شما، پس بنابراین باید اینو بگذارید که برای اینکه خودش بعد از اینکه تموم شد فانکشنش خودش رو صدا بزنه. خب من میگم if err نا مساوی قرارش میدیم، ببخشید مساویش قرار میدیم با recover، این استفاده از recover سمیکالون رو میذاریم اینجا، بعد میگم که ارور ما اگر نامساوی بود با نیل، حالا بیا چیکار بکن، بگو که fmt print line و بعد میگم که ارور و بعد میگم که percentage s backslash n و بعد ارور. این از این. وگرنه بیا چیکار بکن، return کن در آخرم vals index به این صورت. خب و این return type هم قرار ندیم که این بالا قرارش میدیم. خب recover چیکار میکنه؟ این مثل try catch میمونه، میگه اگر اروری داشتیم، البته اینجا میکنه داشتیم print line و داشتیم print f، همیشه مشکل من بوده از اول. پس اینجا داره میگه که چی؟ میگه که یه values بگیر با یه index و بعد function رو صدا بزن، و اگر این اتفاق افتاد، مثلا ما اگه defer نداشتیم این کار میکرد. خب چرا defer میدم؟ میگم بو یه فانکشن صدا بزن و اگر یه همچین اتفاق افتاد، اگه یه اروری داشتیم، دیفر یعنی چی؟ یعنی ریسورس رو کلین کن. دیفر یادتون نره هیچ وقت. پس اگه یه موقع میگه که یه اروری دارید میتونید دیفر از دیفر استفاده بکنید. این مثل try catch خودمونه، این میشه try ما، این میشه مثلا چی؟ catch ما، این recover. میگیم که یه ارور مساوی قرار بده با recover و بعد ارور اگر نامساوی بود با این، ارور رو به ما برگردون، پرینت کن. وگرنه اینا اگر اجرا نشد، اگر اروری نداشتیم، بیا برای ما ایندکس رو برگردون. حالا برای اینکه از این استفاده کنیم میام چیکار میکنیم؟ میام داخل مین این پایین، یعنی ذره فاصله میدم، میگم یک وریبل درست میکنم به نام v و بعد میگم که سیف values، بعد میگم که بذار همینجا آرایه رو تعیین بکنیم، میگم یک آرایه اینت داریم که از 1 و 2 و 3 باز و بسته میشه، یعنی باز میشه و بسته میشه. و بعد این سیف فلیوز دو تا پارامتر داشت دیگه، یکی این آرایه بود، یکی هم ایندکس. میگم ایندکس 10، ایندکس 5 مثل بالا، ایندکس 5 نداریم. خب میگم fmt.println و بعد میگم که v. خب حالا این چیکار میکنه؟ ارور رو میگیره اینجا، به قول معروف اینجا وقتی که اجرا میشه ارور اتفاق میفته، چون ما به قول معروف ایندکس 5 نداریم، ایندکس 0 و 1 و 2 داریم، ایندکس 3 هم نداریم. بس بنابراین اینجا پنیک ایجاد میشه و این میاد برای ما، ببین اصلا اینو میذارم داخل کامنت که نگاه بکنید، go run 17. خب نگاه بکنید این بالا پنیک ایجاد میشه، نوشته run time error index out of range. اگه یه موقع پنیک اینجوری ایجاد شد، شما میخواد اونو کچ بکنید، مثلا یه پکیج اینستال کردید یا یه چیزی از اینترنت اینستال کردید با همون گیت هاب، باید بیاد به این صورت بگیریدش ارور رو و بعد یه چیز دیگه نمایش بدید. حالا میخواید اینجا ارور نمایش بدید، میخواید اینجا ریدایرکت کنید داخل صفحتون، داخل اینترنت، داخل اپلیکیشنتون یا هر چیز دیگه ای. حالا اگه من بزنم میبینید که ارور میده به من، میگه ران تایم ارور ایندکس اوت اف رنج، و اینو ما گرفتیمش از ریکاور استفاده کردیم که اینو گرفتیمش و یه چیز دیگه داریم میدیم بیرون، و در آخر values رو صفر میده به ما. چرا؟ چون که ایندکس ما وجود نداره، گفتم صفر میده به ما، همون فالس خودمونه، فالس اینجا نمیده به ما. خب همون صفر میده به ما که بتونیم ازش استفاده بکنیم.